حمله لفظی مولوی ولی هوتک بالای احمد مسعود و فرمانده حسیب قوای مرکز. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادارسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها ابتدا و یک خبر از جنوب میپنداریم. سرما در قندهار جان 3 نفر را گرفت و بیش از 1000 نفر را راهی شفاخانه کرد. ریاست صحت عامه قندهار میگوید که سرما طی 3 روز اخیر در مرکز و شمالی از ولسوالی های این ولایت جان 3 نفر را گرفته و بیش از 1000 نفر را بیمار کرده است. با گفته این ریاست، جان باختگان شامل یک زن، یک مرد پیر و روانی و یک کودک هستند. ریاست صحت عامه قندهار گفته است که 1127 نفر هم بر اثر سردی هوا دچار بیماری تنفسی شده و به شفاخانه منتقل شده اند. سردی هوا در ولایت های بادغیس، سرپل و فاریاب نیز تلفات انسانی و خسارات مالی بر جای گذاشته است. تا کنون از مرگ 5 نفر در بادغیس و تلف شدن صدها مواشی گزارش شده است. در روزهای اخیر دمای هوا در اکثر ولایت های کشور به شدت کاهش یافته است. احتمال می رود تا آخر این هفته سردی هوا به منفی 35 درجه سانتیگراد برسد. همچنان این در حالی است که جان باختن 24 تن بر اثر بارش، وزارت رسیدگی به حوادث از کمبود تشکیلات شاکی است. همچنان این در حالی است که افضل امیری در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: این هم اخلاق ورزشکار شبقه حقانی جناب ملا صاحب هوتک. این در حالی است که احمد ولی هوتک در صفحه رسمی تویتر خود می نویسد: نسل دنبورا و کلابی شکست خواهند خورد. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. برای حمایت بیشتر لایک، سابسکرایب و کامنت نموده تا جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید.